سلام بچه ها. سلام. الان که دارم ویدیو براتون میگیرم سال نو میلادیه. فرداست دیگه. امشب یعنی؟ امشب شب. آره. امشب شب سال نو میلادیه و اینجا کنار تمام چیزا، کنار تمام ساحلا برنامه است دیگه. آتش بازی و اینجور چیزاست. نمیدونم، شاید بریم ما. هنوز مطمئن نیستم. ولی شاید بریم یه سری بزنیم. به خاطر اینکه این اومیکرون و اینا اومده، ترجیح میدونه که تو خونه بمونیم. فردا مهمون داریم، بمونیم خونه و کار کنیم و خونه رو تمیز کنیم و اینا. ولی شاید بریم یه سری بزنیم. با حال خیلی آتیش بازی کنار ساحل ها، شلوغه، همه میان مینوشن میرقصن، خلاصه این شکلیه. ولی تعطیلی اینا خیلی جالبه، فقط یه روزه. اینا مثل ما نیستن که دو هفته تعطیل باشن. تعطیلی بلند مدت ندارن. یه شب فقط یه روز تعطیلن واسه سال نو. حمل و نقل عمومیشون رایگان و اینجور چیزا. و تموم دیگه. دوباره دوشنبه باید برگردن سر کار. ما اومدیم همین خرید کنیم واسه مهمونامون، ولی قبلش من این رستوران مورد علاقمون که واسه سال نو خودمون رو مهمون کنیم یه غذای خوب بخوریم. غذایی هم که انتخاب کردیم، من شاشلیک رو انتخاب کردم. شیشلیک که ما نیستا، فرق کنم بتون نشوندم تو شکلیه. وقتی اومد مشتبه علی نازک رو گرفت. علی نازک هم یه جور کبابه، خیلی خوشمزه است. یعنی به تیست ایرانی ها، مخصوصا شمالی ها خیلی میاد، چون بادمجونه و ماست توش گوشته. اینجا هم ببینید، هیچ کسی هم نیست. بخاطر الان بیرونش هم سرده، اینا رو گذاشتم تابستون خیلی جذابه. اینجا همیشه اولش نون تنوری خودش رو میاره. اسمش پوف. پوف اسمش. آره. و اینا رو میاره. این پنیره مثل پنیر تبریزه. مزه پنیر تبریز اون میده. کره اینجوری. خوشمزه از قبل غذا. خب این غذای منه که بهتون گفتم شاشلیک میگن. یه جور کبابه. شبیه کباب. مثلا چنجه ما و پیاز. آره پیاز کباب. پیاز کباب ادگه خالص. هم غذای مشتباست. این ماست و بادمجون، روش کباب چنجه توره ولی تقریبا چربه با نون دیگه. خیلی چیز خوشمزه. خوشمزه است. اون علی نازک اسمش. اینم شاشلیک. بچه‌ها من تا حالا با این بادمجونه هیچی درست نکردم، ولی خیلی خوشگله. حالا اینا خیلی سخت باز میشن. ما همیشه گیر میکنیم موقع باز کردن. قسمتی که خیلی زیباست اینا رو ببینید. اینا شکلات های، البته من زیاد خوشم نیومد ازشون علاوه مزه، ولی فقط علاوه پکیجینگ ببینید چه قشنگه، ببینید چه خوشگلم. خیلی پکیج جالبی دارن. یه برندی بیاد مزه یه برند دیگر بزن. یعنی چی؟ یعنی میکا بیاد اوریو بزن. یعنی یه تی دیده مشتبا خوشش اومده خیلی، ولی مطمئن نیست. میخوایم نشنم واسه تی کشیدن پارکت خیلی خوبه.
اون قسمتی که اون بالا داره توش میشه مایه شستش مارکت و پارکت رو زد. موجی بیا جلو ببینمش. اینجا از اون ورش کن عکسش رو ببینم. آها اینجوریه. پشت سر من یه دونه از این مغازه هاست که فقط چیزای درخت کریسمس رو دارن. میخواییم بریم یه چیزی بخریم اضافه کنیم به درختمون، میخواییم داشته باشه. ببین یعنی ما نشدیم توی مغازه چیزی بخریم، هر دفعه میایم همینجوری میایم بیرون چون خیلی گرون میده. باز دوباره یادمون میره میریم توش. گرونه با کیفیت معمولی و پایین. از این چیزا و از اینایی که ما تو مشهد بهش میگفتیم شیر شیره. اینا رو ببینین، اینا اومدن آهنگ بزنن این تو. یعنی شب سال نو قیمت ها دیدیم مثل ایران دیگه، همه چی یهو قیمت ها عجیب غریب میشه دیگه. میگه هر کی نیاز داره امشب بهش نیاز داره پس پول میده بابتش. یه دونه از این چیزاش هم بهتون گفتم تو مشهد ما بهش میگیم شیر شیره. چی میگین شما تو تهران؟ نمیدونم ولی بخوام توضیح بدم که هم متوجه بشن از این چیزای تزئینی که برق میزنه. آها شیر شده چقدر راحت تر از این چیزای تزئینی که برق میزنه. آقا اینو دونه ای گذاشته، دونه ای داره میده 40 لیر دونه ای. مثلا یه چیزی که از این چیزا ازش در اومده خیلی مسخره بود قیمتش. حالا داریم میریم یه جای دیگه ببینیم اونجا چه چیزیه. اینا رو واسهش خریدیم، الان بهتون نشون میدم. از اینا خریدیم واسهش، بهش اضافه کنیم. پسر کجایی؟ وای ما گرفتیم ببینید.
آره حال بدم به تو. اینم اینه که گرفتی. من به رزولوشن هم فکر میکنم. رزولوشن میدم. رزولوشن چه؟ من شروع کنم و فکر کنم هنوز نیومده. رزولوشن یه گیره اینجا با گوشتم اونم جایی داشت بده. من رزولوشن هم اینه که از ژنتیکم دورتر شم. ژنتیکم رو بیشتر شکست بدم. ژنتیک زورش زیاده موضوع بشتر شکست. این همه سال داده دیگه. بچه دوستم داشت از همون پرسید که سالی که گذشت چطوری بود واسه به نظرم این سالی که گذشت این بود میچه قشنگه سنشونش بدم این جلو ببینید چقدر کوچوله. سالی که گذشت به عزیزم آبه اینا پرسون یا نظرم سالی که گذشت بیشتر از همه برای من سال تعلق بود. خیلی بیشتر با شهری که توشم احساس نزدیکی کردم، مخصوصا به خاطر اینکه زبونشون رو بیشتر بلد شدم. بزرگترین دلیلش اینه، آدم وقتی زبان اون محل رو بلده خیلی تأثیر میذاره روی حسش. چقدر این قشنگه؟ دوم؟ چیزی؟ آه این پلچه هم میدم. فامیلو اینو ببین حالا تعمل و تعمل هستیم. من نمیدونم سال پیشرفت میذارم اسمشو چون یه سری پیشرفت داشتم که ازشون راضی هم. اینا رو چجوری بست مایین؟ اینا رو بذار بینو از اون دوستم داشت میگفتش که برای اون خیلی سال سختی بوده. بعضی سالا اینجوری هم دیگه سال سختی هم. بعد شروع سال نو واسه همه واقعا انرژی داره به خاطر اینکه اونی که سال سختی رو گذروندم یه امیدی میاد تو دلش که بریم یه برگ جدید از زندگی رو شروع کنیم. امسال دیگه اونجوری نباشه. باشه بریم سریع بیاییم ملودی شیب میخواییم بریم ویدیو نگیزم پاشو مای ملودی شیب ببینیم پاشو دارن نگات میکنن پاشو قضیه شد یه سه چیزا رو یادمون رفته. بعد دوباره یه کمی شکلات بخریم، می‌خوایم بستنی بخریم، خاک گربه لازم داشتیم، بعد دوباره بریم. بعد سخت در اینجای ماجرا همینه که میایم خونه، بعد یادمون میره یه چیزی رو نگرفتیم، دوباره بعد بریم و مشتاق دیگه لباس خونه‌شو پوشیده. با یعنی دیگه نمیره لباس بپوشه. همش میگه بذار من 10 دقیقه بخوابم، فقط 10 دقیقه. حالا حالا دیگه به زور ویدیو دارم ازت ویدیو میگیرم و اینجور چیزا. بیچاره تو منگنه گذاشتم بره لباسشو بپوشه. بریم سریع خریدای دیگه هم بکنیم بیایم خونه. چی میخوام درست کنم حالا فردا؟ درست کنیم البته فردا. من میخوام ترچین مرغ درست کنم و مشتبه هم اون روز امتحان کردیم ترچین مرغ واسه اولین بار چند روز پیش، ببینیم چه جوری میشه. الان بهتون نشون میدم. مشتبم باقلاقا توق درست کنه، دوتا قصد داشته باشیم. رفتیم شناسنامه جدید ما کامل گرفتیم، شناسنامهشون رو ترکی کردیم که دیگه
میم دامپزشکی هی نپرسن فارسی بود نمیتونستن بخونن، هی باید برشون توضیحات اضافی میدادیم. بعد شناسنشون ترکی شد، بعد بهش گفتم به دامپزشکی گفتم میشه اسمشون هم یه چیزی بهش اضافه کنیم که ترکی تر بشه، ترکی بشه. گفت چی؟ گفتم به اما اضافه کنین هانم، اما هانم شد، اما هانم یعنی اما خانم. و اینم شد کامیل بی، یعنی آقا کامیل. خیلی قشنگه دیگه. این بچه ها ترک شدن، ببین این بچه ها ترک شدن. سبزی ها را من گذاشتم که نمک و سرکه بشونش. خونم آماده مهمون شده. درخت رو ببینید چه تغییری کرد. رفتم شکلاتم گرفتم ها، فکر نکنید سبد شکلات مهمون ها رو رها میکنیم به حال خودش. خب اینم این کاجار، من عاشق اینم، خیلی قشنگه. گلم اینجا گذاشته شد، جارو هم کشیده شد، میوارم شستم گذاشتم اینجا، اینم لیموهای رمیز. این خرت و پرتای آخرم برداریم بریم بالا، هم بهتون نشون بدم. بالا هم تمیزه، تمیز شد. اه دختر زیبا داریم اینجا، چه دختر زیبایی بوده. دستشویی رو شستم، گلم گذاشتم اینجا. این گله به اینجا خیلی میاد، خوشم اومد ازش. دستشویی ها تمیز، اون یکی دستشویی هم کامل تمیز شد. ایوا چرا این بازه؟ این هم این اتاق، همه چیز مرتب سر جای خودش، فقط تخت رو باید یکم مرتب تر کنیم دیگه، اون واسه فردا. اینم این دستشویی، اینم تمیز شد. این گلا رو هم گذاشتم اینجا. الان میخوام برم چیکار کنم؟ برم بشینم پنیر و انگور بخورم. بذارید از اون بری کنم باتون حرف بزنم. چند شب پیش اومدیم بخوابیم، بعد یهو دیدیم که یه صدایی میاد، صدای مثل اینکه مثلا یه بچه گربه روی پشتمون گیر افتاده. یه صدای عجیب ناله‌ای داشت میداد، مثلا همچین چیزی. بعد یه بلند شدیم رفتیم روی تراس، دیدیم از روی پشتمون ما داره میاد. پشتمون این شکلیه، مثلا از این تیکش میومد، انگار ما نمیدیدیم این بر بود. بعد هی گفتیم پیس پیس کجایی؟ چی شده؟ بیا. و من میگفتم بیا مامان بیا. بعد کلش رو آورد از اینجا بالا، کلش اومد بالا، دیدیم یه گربه مثلا خوشگله تو تاریکی دیگه، خوبم نمیدیدیم. گفتم بیا بیا بیا. بعد بچه جاتون خالی، یه اومد بالاتر و اینجوری کلش رو قشنگ 180 درجه چرخوند، فهمیدیم جغده. اینجوری شد، بودیم گفتم نه نه اگه بشه که نیای همونجا بمون. اصلا خیلی عجیب بود. بعد دیدیم یه دونه دیگه هم هست، یه دونه دیگه هم اومد کنارش نشست. دو تا جغد سفید خوشگل، خیلی قشنگ بودن. بعد دیگه پر زدن رفتن، خیلی حال عجیبی بود. حالا دیگه این شب که داره به پایان میرسه، داریم وارد 2022 میشیم.
واقعا آرزو میکنم که سال خوبی باشه برای هممون، برای هممون سال خوبی باشه، سال بهتری باشه کلا واسه دنیا. آدم ها کمتر بمیرن به خاطر این قضایای کرونا، شادتر باشن، وضعیت اقتصادی دنیا بهتر بشه، وضعیت اقتصادی همه بهتر بشه و حال آدم ها خوب باشه، راضی باشن از خودشون. تب هیاهوی دنیا و تب موفقیت و اینجور چیزا کمتر بگیرتمون، بیشتر زندگی کنیم، بیشتر کیف کنیم با زندگی. الان هم دیگه سال داره نو میشه، سال میلادی. به مشتبه گفتم که بیرون که نرفتیم، یعنی من اصرار کردم نریم، بریم روی تراس باستیم یکم بیرون نفس بکشیم، هوا رو بدیم تو ریه ها و سال نو رو شروع کنیم، سال جدید رو. که توی دوربین باید با حضرت واقعا سال جدید بخواییم بکنم قدت نیست. خدا مرسی که با من بودید تو این ویدیو. خدا مرسی.